همین پروسیجر گزارش دهی مالی کمیسیون مستقل انتخابات دارای نقایص می باشه که نتانست امو کنترل داشته باشه بالای چیزی که اونا گزارش دادن و بالای چیزی که اونا عملا به مصرف رسانیدن. و چیزی که ما به دست یافتیم این بود که بتانیم یک پیشنهادات بسیار مؤثر را به خاطر ایجاد یک مکانیزم بهتر به خاطر کنترل مصارفات کمپان های انتخاباتی برای بیندازیم. بله. آقای شاه محمود، نامزدان معترض تمام روند انتخابات را نقض میکنند و اصلا این انتخابات را قبول ندارند. موضع شما در این باره چیست؟ طوری که ما قبلا گفتیم پالیسی فیفا که امروز هم کنفرانس مطبوعاتی داشتیم یک اعلامیه بود، در او اعلامیه روشن است. ما نمیخوایم که در امور مزله که فعلا به وجود آمده، بحرانی که به وجود آمده، اینجا مداخله کنیم. این بحران که به وجود آمده ای در نتیجه یک پروسه دموکراتیک است که معمول است در همه دنیا و ما نمیخوایم که زیاد راجع به این صحبت کنیم، ولی خوان عزیزیم که در پرتو روشنای قوانین کشور این مشکل باید حل شود. بله، میشه شما بگین که چرا شما نمیخواین که مداخله کنین در این؟ ما یک نهاد ناظر هستیم، ما نظارت خود انجام دادیم، نتایج نظارت خود مرحله به مرحله به افکار عامه و مردم افغانستان به نشر سپردیم. همچنان تخطی هایی که موجود بوده پیش ما ثبت بوده، ایره به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایت ارجاع کردیم و اونا طوری که باید اقدام میکردن شاید اقدام نکرده باشن، ولی این کار قوانین کشور است که باید پرتو از این مشکل حل شود. آقای شاه محمود، شما چرا این تقلبات را که بعد از رسیدگی به شکایات کشف شد چرا جدی شما اعلام کردید این را جدی تر از قبل؟ ما اصلا شاید یک اشتباه لفظی شده باشه. ما تقریبا در این پروژه تحقیقاتی خود تنها 22 کاندید تحت نظارت قرار دادیم و این تقلبات در ارتباط با 22 کاندید جدی تلقی کردیم، نه به ارتباط کل انتخابات، چون پروژه ما یک پروژه بسیار کوچک بود که تقریبا ما در این پروژه 22 کاندید انتخاب کرده بودیم و 22 کاندید مورد نظارت قرار داریم، منابع مالی شانه، کمپان های شانه و سایر مصارفات کمپان های شانه. بله آقای شاه محمود، چرا پیش از اعلان نتایج ای 22 چیز جدی را اعلان نکردید؟ ای رسیدگی به شکایت جدی را. پروژه ما اون موقع ختم نشده بود. پروژه زمانی که ختم شد ما تمام اطلاعاتی را که به دست آورده بودیم داخل دیتا بود، او را مورد تحلیل قرار گرفته بودیم، بعد از راپور نهایی را که تمام شد بعد از او به دسترسی مطبوعات قرار. بله، این 22 نفر که شما از اون یاد کردین آیا جزء برنده ها هستند یا؟ بله، تقریبا زیادتر از نصفشان از جمله برنده ها هستند. بله، درست است. آقای شاه محمود، ناهنجاری هایی در حال حاضر بین کمیسیون مستقل انتخابات و لوی سارنوالی موجود است. شما مسئول این ناهنجاری ها را کی میدانید؟ کی ها میدانید؟ مشکل است که انگشت انتقاد به یک نهاد مشخص، به یک شخص مشخص و یا گروه مشخص بگماریم. این اصلا نتیجه یک پروسه دموکراتیک بوده که به شکل طبیعی آن بروز کرده و این معمول است که در همه کشورهایی که از طریق انتخابات قدرت انتقال پیدا میکنه همش مشکلات به وجود میان و اونا در پرتو قوانین اساسیشون و قوانین انتخاباتشون مشکل حل میکنه. تشکر از شما آقای شاه محمود از اینکه به دعوت برنامه ما را پذیرفتین. تشکر از شما که مرا وقت دادین تا اظهار نظر کنم. سلامت باشین. بینندگان گرانقدر، این بود برنامه امشب استودیوی خبر. تا لحظاتی بعد همکارانم در بخش خبرهای پشتو در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.